با درود فراوان و مهر بسیار به خوشنودی اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی سپاسگزاریم. اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی و مدیر و برنامه ریز این هستی با میلیاردها کهکشان و میلیاردها انسان در کره زمین، حالا جای دیگش نمیدونیم چی داره، به هر حال این مدیر مدبر ورزیده ندیده فقط شنیده اهورامزدا، توانایی و دانایی، که این توانایی و دانایی رو میخواد ما هممون داشته باشیم. امروز نکته‌ای که میخوام دیگر بار بهش اشاره کنم بسیار مهمه. مهربان یاران توجه کنید، وقتی که ما سخن از آریایی میگیم از نژاد و برتری نژادی صحبت نمی کنیم. وقتی که ما از سادات تازی سخن میگوییم و 14 قرن جنایاتشون در داخل ایران، منظورمون هر کسی که اسمش سید هست نیست. این دو مورد بسیار حساس و دقیقی که باید بفهمید. شوربختانه، یعنی واقعا شوربختانه، از 1,000,000 نفر اگر حتی تمام صحبتهای ما رو گوش بکنن، 100 نفرم من به این نتیجه امروز رسیدم که لب مطالب رو نمیگیرن. ما با تازی عرب مخالفت و دشمنی نداریم، ما با عربی مخالفیم که تا الان داره ما رو توی ایرانمون میکشه. با اینا مخالفیم، عرب هم هستن، تازی هم هستن، سید هم هستن. ما با سیدها مخالفتی نداریم. سیدها مثل بقیه پاره تن ایران هستن، اونهایی که در جنایات حکومت قدرت شرکت نکرده و تشکیلاتی کار نکردن. آریایی که ما میگیم از قدیم ما گفتیم، یعنی من مشخصا سیاوش اوستا در این باره تو گفتم نوشتم از نیم قرن پیش، من 67 سالمه، 17 ساله 14 ساله بودم من کارم رو شروع کردم، ما نوشتیم که آریایی نژاد نیست، برتری نژادی نیست. امکان داره نژادهای مختلفی قبلا وجود داشته، بعد آمیزش هایی که شده اینها رو متحول کرده، دیگرگون کرده، مثل اونی که علم و فهم کنیم نیست. ما میگیم آریایی یعنی ایرانی. نمیفهمید اینم هنوز؟ آریایی یعنی ایرانی، همون واژه ایران شد آریا. آریایی یعنی ایلامی، ایلامیان هستن. آریایی یعنی ارمنی ها، ارمن. اینها یک تبار پاکندیش، نیک گفتار، نیک کردار، نیک پندارن. البته از پندارش شروع میشه، از این پندار شروع میشه، میاد به گفتار، میاد به کردار میرسه. انسان هایی هستن مثل گرد های دلیر ما که امروز شما میبینیدشون، مثل سیستان و بلوچستان، مردم بدبخت و ستم زده ای که بهشون چقدر ستم میره هنوز رو پا وایسادن. مثل سرزمین آریان های افغانستان که چقدر از اینا رو قتل عام کردن، تو تاریخ دارن میکشن. آریان ها رو برداشتن و خراسان رو برداشتن، گفتن افغان، محمود افغان یه آدم. مثل که میگن اردن هاشمی یک مملکت که فلسطین بوده، اسرائیل بوده، هرچی بوده، آقای اردن هاشمی، عربستان سعودی، اسم خودشون رو گذاشتن رو ممالکشون. انسان آریایی همین موزاییکیه که توی ایران هست، تبار از اندیشه، خرد، تکنولوژی و تمدن هست. این را خواهش میکنم مهرورزی کنید، به دیگران برسونید. شوخی که نداریم، خیلی از شما که خیلی کارا نمی کنید. ما نیم قرن زندگی، خانواده، پول، ثروت، داراییمون رو گذاشتیم روی این کار، مثل خیلی دیگه در طول تاریخ. اگر خیلی ها به نوایی رسیدن با نام مبارزه، ما هرچی هم داشتیم دادیم برای مبارزه و روشنگری. خرسندم، من بسیار خرسندم وقتی این جوانه ها رو میبینم که این ریشه هایی که میبینم ریشه اومده بیرون. من خرسندم. ولی میخوام بگم شما هم لااقل منتقل کنید، کاری بکنید. دو تا مثال که امروز میخوام بهتون بزنم، یکیش مربوط میشه مثلا باید به یک سید دیگه.
شما ببینید یه سید چی گفته، چی نوشته، چی سروده در طول تاریخ، سیدم هست. مثل کسروی که بهتون گفتم، سید احمد کسروی، مثل سید رضا مظلومان، دوست عزیز و نازنین من که دکتر کروشاری منش بود در کشتنش، این هم حالا یه سید دیگه است. شما این سید دیگه چی میگه؟ این سید دیگه یک انسان بزرگ و فرهیخته است که در سال 1306 در مشهد به دنیا اومده. اسمش هست محمود فراخ. سید محمود فرخ خراسانی. نام فامیل پدرش هم جواهری بوده، پدرش هم ادیب بود، خودش هم ادیب بزرگی بود. خونش بیش از نیم قرن یک مرکز فرهنگی بود در مشهد، خیابان جهانبانی، نبش سراح جم، خیابان جم جهانبانی، که خوشبختانه من در خیابان جم که الان مثل این که چاپخونه پیام هست، کلاب وینروالد رو داشتم. وینروالد تنها کلابی بود که در زمان پادشاه مشروب سرو میکرد و شب ها موزیک زنده داشت، موزیک زنده داشت که بچه های زیاد اونجا هنرنامه میکردن، از جمله افشین دیهیم هست که از دنیا رفت چندی پیش و من اینجا یادش کردم. افشین دهیم رهبر ارکستر ما بود، یکی از رهبر. بچه های دیگه مثل سروش با ما کار میکردن، تقویان احسان و برادرش، جمشیدی بود برای ما میخوند، این داریوش، دوستان زیادی من اونجا داشتم، آقای علمی، نمیدونم الان کجا، اینا موزیسین های ما بودن. این خیابان جهانبانی بود وینروالد. وقتی که میگم محمود فرخ در سراح جم جهانبانی بود، از جهانبانی که شما میامدید میپیچیدید میامدید خیابان جم. بعد از اینکه چیز شد و اینا، ما وینروالد رو بستیم، بعد رستورانی داشتیم اونجا در یه پاساژی، صاحب زمینش و ملکش آقای رازی بود، درود دارم بهش هر کجا هست، اون یکی صاحب ملکش و اینا، زمینش مال آقای قفلی بود و آقای جواد امینیان که فامیلش بود. بعد برگ سبز رو ما باز کردیم، رستوران برگ سبز در خیابان جم، تو اون پاساژی که موکت فروشی بود. این در همین بین این دو آدرس خونه زیبا و باشکوه و تاریخی محمود فرخ بود، سید محمود فرخ، که مرکز علمی فرهنگی بود، شب شعر داشت همیشه، و این شب شعر و زندگی و تلاش ایشون آریایی بود. مثل ابراهیم گلستان نبود که چپول باشه و مارکسیست باشه و سادات تازی باشه، ضد ایران و ایرانی و پادشاهی. این نمونه‌ای که امروز دارم بهتون میگم نمونه یک سیدی است که دقیقاً با اون سیدی دیگه درگیر بودن از نظر اندیشه، یعنی اون سید ابراهیم تقوی شیرازی که مشهور شد به سید ورداش گذاشت ابراهیم گلستان، با این سید محمود فرخ که افتخار میکرد بگه من زرتشتی هستم. در اون موقع ها، اسم سال 1360، روزی که من از ایران فرار کردم، از جهان رفت خانوادش، خواهر ایشون هم شنیدم از جهان رفته، روانش پاک و شاد، بعد نوه ایشون، دخترش هم از رفته، دختر نوه ایشون لادنه وهابزاده زنده است، که وهابزاده ها خانواده بزرگواری بودن. من از لادن میخوام که خصوصا در رابطه با این خانه به من بگید چه شد، چون این خانه قرار بود یک مرکز فرهنگی بشه برای مشهدی ها، این خانه قرار بود بخرن، خراب کنن، بسازن پولساز ها، اما انجمن شهر مشهد تصویب کرد که این خونه خریداری بشه و تبدیل بشه مرکز فرهنگی. ولی الان مدتی من خبر ندارم چی شده این قضیه، هیچ خبری ندارم ازش، از بعد از اینکه دخترشون از جهان رفت.
که تو این قضیه وارد مذاکره بود و اینا، الان لادن نوهشون وارثه دیگه، 3-4 سال هم گذاشته، چون تقریبا 4-5 سال پیش بود که تصویب کرد مجلس مشهد، مجلس شورای محل شهر، انجمن شهر، که اینجا بشه مرکز فرهنگ. خب حالا این محمود فرخی که بهتون گفتم یه نمونه است در رابطه با عرایزی که در رابطه با عرایزی که در ابتدا کردم، این یک نمونه است که بدونید سید داریم گلستان، سید داریم محمود فرخ، فرق می‌کنه. ایشون روح پرفتوه آرایی، یکی صاحب نسلی و بس به عزل اهورایی، یه بس دیگه کم کم دارم کم یه جورایی. سلام سلام بندر براه پویاند بر این دراهی، سلام سلام بر ما نظر کن تا رهیم زین گمراهی. سلام سلام دستم بگیر و رهایم کن براهی، سلام سلام یالا بکن یا مدربه یا همراهی. تو که خرد برزونی و سرشت از آین مهری، چرا کم لطفی با خود زنی و با ما بی مهری؟ میگی منتصب به جد تو فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجا تو مخجان سازی. اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی داشتی. و سوال سال تو همچه ما راه به دادار یکتایی، سلام استاو یالا بگو برات بخونم دعایی. یو سلام استاو سرلوحی یک تا پرستی پاکی، یو سلام استاو یالا بگو اگه با ما نپس باکی باکی. نگو سلام بگو برو، نگو شعر بگو سرو، نگو شد بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. حالا خبیب